با سلام و درود و احترام خود هموطنان در جای ایران و دنیا، من امشب یعنی از ساعت 4-5 بعد از دیروز تا الان یکی از پرکارترین شبای من بوده. من در ارتباط با تماس تلفنی من داشتن، همین الان تونستم به زور 10 دقیقه رو بخوام که با شما صحبت بکنم. یکی دیگه هم قبلش گذاشتم خدمت شما عرض کنم که حکومت وقتی این اقرار رو میکنه دیگه بتاخه بگه یعنی چی؟ یعنی اینا جزو پروترین، بی‌حیاترین، بی‌شرمترین، پوست کوفته آدم کره زمین هستن آخوندها. حالا آخوند به حرف بزنه بعد ببین چه خبر است. بعد من چه بچه‌ها زنگ زده که آقا دیگه گوش نمی‌کنه، هر کی چیز اعتراض نمی‌کنه، هیچ کس دستور نمی‌بره، هیچ کس فرمان نمی‌بره، جریان بازداشت بی‌حجابا کسی کمک نمی‌کنه و حرف همه‌شون در حساب پشت پرده یک کلمه است. شما میذارید میرید، ما میمونیم مردم، از ما عکس دارن فیلم دارن روزگارمون سیاه میکنن. حالا ببینید چی گفتن آقایان. یه آقای روحانی هست اسمش عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی. خسروپناه دیگه بیشتر میشناسید. چون تعداد بی‌حجاب ها زیاد است نمیتوانیم همه شهرها دستگیر کنیم. این یعنی که دیگه ما از هم پاشیدیم، ما دیگه توان اداره نداریم، ما کسی حرف رو نمیخونه، کسی حرف رو گوش نمیکنه دیگه. یعنی دیگه از هر کاری بخوام مردم کنم این توانش ندارم، نیرو نمیکنن. چون خامنه‌ای اینقدر روزا حرف مفسده و حرف بیرون زده و مرتب خوش حرف میزنه، اون چیز شکست تابو شکست، اون حالت از بین رفته و خودش تو همه کارا دخالت میکنه، در جزئیات مسائل دخالت میکنه. عضو جامعه مدرسین نجم الدین طبسی، گفتم اینو دوباره میخوام اینجا صحبت کنم، اینو بعضی برای برخی روحانیون حتی برای امام جمعه هم به مجلس دعوت نمیدن، چون قبلا گفتم. پس ببینید اینم که یعنی طلبه ها میگوش نمی کنند، چون بچهای نیروی انتظامی بچه‌ای گفتن آقا برید هم طلبات رو ببینید توی کار، وقتی میگه آقا اینا گوش اینجا گوش نمی کنند. خیلی بد جالبه. بله، باز یه نفر دیگه از شورای عالی انقلاب، بازداشت مجرمان کشف حجاب به دلیل بیشمار کشف حجاب به دلیل شمار آنها امکان پذیر، یعنی بیشمار زیاد شده، خیلی زیاد دیگه نمیشه چشون کرد کارشون کرد. این یعنی چی؟ یعنی اینکه حکومت دیگه وا داده اصطلاحاً، نمیتونه. آخوندم که چون میترخته تو ترسن میگن آقا ما نبودیم، من نبودم، دستم بود. و این نظام اصلا پاشیده است. این خبر خیلی خوبی است. رفتن سراغ چی میگن این یارو طالبان حرفاوا که شلوغی بخوام بکنن. کور خوندید، این آخر راهتونه، خودتونم میدونید، منم میدونم. حالا خیلی جالبه، خبر خیلی جالبه و خیلی چی بهش میگن، برای من پیغامی که شاید صحبت شده اینه که آقا فلانی ریزش نیروها شهید هست، یه دم که نرفتن اطاعت نمی کنن، دستو نمی برن، چیز نمی کنن، یه خودتون بکنید، طلباتون بکنه، با ما ارتباط نداره. بعد جالبه که محافظه خامنه اونو پاسنگ سپاهی اونجا هسته، اونا بیشتر هم اطلاعات میدن بیرون که دو تا شما ارتباط هستن در سعیدی، اون چی سعید توسی اسم یاد رفته، توسی در جنسی پرادش کنن بیشه من هستی فیلو زحمت که فرستن. من خیلی تلاش کردم ولی خب هزینه سنگین داشت براشون و برم تا یه حدش خوب اگر نمیشه کاری کرد. اینا خیلی بچه خیلی باصفایی هست، طور بزرگ شدن. سعید توسی میگه هفته خامنه‌ای هفته دو بار شب شعر میذاره، با کمال وقاحت میاد میشینه و چرت و پرت میگن دوره هم میشینن و اصلا انگار نه انگار تو ممکن مرکز آب میگه چه بچه‌ها که بچه‌ها آقا مردم اینجوری هستن، میگه مردم ولش کن، مردم اصلا ارزش ندارن، اهمیت ندارن، مردم ارزش ندارن، اهمیت ندارن، چون خودش بیارزشه، خودش که بگم نیست. خیلی جالبه نه حرفا دهنه دوروبری هاش، بیشتر محافظه روسی هم بکشن رفتن، یه تعداد هشتاد شهید موندن، یه تعداد از حزب الله موندن که اونا هم دیگه خلاصه خط به روزگار خودش. نمانده مریض کردن پیشش، اتفاق خیلی خوب افتاده. من دو رفتم بیرادم پیش و بعد صحبت کرد از مریض دفاع که چیز که حمایت کرد و هندوز واقعش رو گذاشت، ولی بعد که جلسه تموم شد گفت آقا برف خوسی باشه و فلان مردم اینطوره، هر چی گفته مردم ولش کن،
گفت آقا ما برمیگردیم اونجا پدر رو در میارن. گفت هیچ غلط من بهتون میگم امام زمان گفت هیچ کاری تو باتون کنه. دو ساعت اینا حرف میزنه گوش نمیکرده. بعد نماینده ها تن تو سرشون زدن گفتن آقا ما به حرف شما اعتماد کردیم فلان کردیم. گفتن باید اعتماد کنم تو باید باشه هیچ خطایی نمیکنه. گفتن ما داریم میبینیم جو رو میبینیم مردم زن بچه ما رو بالا پاش یکی میکنن مردم اینجوری میکنن. گفتن مردم اصلا اهمیت بشن. گفتن آقا ما اهمیت اونا به ما اهمیت میدن اونا پدر ما در بیارن. و بعد برادر یکی از این نماینده ها میگفتش که من با بعدا رفتم اونجا و تو راه نهدن من بیرون بودم. وقتی بعدا اومد اشتا زیاد راقا دشت باید گریه ماشین گریه کردم من شما نمی کردم کدام چیز گفت هیچی بود هیچی خامنه ای سر همون کلا بازاشه پدر سخته خامنه ای کاری کرد اون کاری کرده خلاصه میگه حدود یک ساعت که حقیق گریه کرده داشتیم رفتیم در شهرستان خودمون. بعد به من گفته که از همین الان بره کمت هیچ کار نمی کنید هیچ کار نکنید این ها خامنه ای داد خامنه اصلا اهمیت روش نداره فقط فعلا خودش دست میده میگه فقط هر کار میکنه که من بمانم من به نظام خود به خودش میگه خودش میگه حکومت بماند. خب اینم هم میگه بزنم یعنی خب اینی چی بود غیر از میگه بزنم خب اینی نه. پس خدمت مردم عزیزم عرض میکنم که دیگه ما براتون گفتم شیوه مبارزه تغییر کرده حالا تغییرش حس میکنید مگر داخل کشور اسم کسی رو نمیارم اسم چی نمیارم به خاطر اینکه او احتیاط لازم میکنه ولی در خورد بچه دار کارش انجام میدن چیز حکومت پاره شده چیز میگم اون تدون تصویر نخی تصویر پاره شده و اصلا خامنه به غیر از خودش اصلا روانی شده میگن ولی خب با ما ارتباط نداره ما سالم میشه میخوام بریم محاکم میخوان این خبر خوش بهتون بدم که دیگه هیچ کس جرأت کاری نداره به بچم دم زنای ما گرم چنان پوزی نازده او سرش ناپیدا وقت آمدن آقای رادرمادا خیلی گنده فرمایش فرمودن که اینجوری اونجوری اونجوری از این حرفا و خدمت شما عرض کنم که دیدیم که باز جا زد رفت تو فاز دیگه نمیتونن باز کسی میتونه در مقابل 80 میلیون اون عبر ذلتاش نتونستن و خدمت شما عرض کنم که افغانستان شدید بیرن گیرده اینا بونا گیرده حالا به زار بازش کار دادم اما جیر خاره اون ورابشون جیرشون قطع شده معمولیت اصلا آلیپا هم حالا به هم میخوره بعد دیشب یکی از اون کسی که جزو پرونده شاکی این بود که من میشتم خواستم رضایت بگیرم برای کسافت خواستم رضایت بگیرم که آدم روایی کرد خواهی این آنی پایی مصابت هم خیلی سال پیشه گوه آقا محمدی ممنوع خروج بود اصلا ما ممنوع خروج بود نه که ما هفت پرونده پرونده جنایی شاید پرونده جنایی ما هستیم این شاید اینا خارج شده بعد گفتم هیچی آقا فرمانده من از سپاه نیستم ما میدونم که شکر جدی خورده آنی پایی برو بیمیر خجال شرم کن از خودت میگم یه سوال هست میگم قبلا با الکوم رفیق بودیم میگم من هر تو میگفتی یک چیزی بود یا آقای بود خسته هستم برشت یا آقای بود گزارشگر ورزشی بود اسمش گفت یادم رفت آقای شفینا اینا کی بود گفت همون از سال اولی که حکومت سر کار اومد تو صحبتش یارو دریپ که توپ گرفت برد گفت توپ ملاخور کرد گفت این از گفت اون از با اون هم سابقه کار با هم ال با هم تحصیل کار برکنش کردن گفت آخه چرا تو کتابش ملاها به تو اخونده توهین میکاش ندارن بعد گفتم خب شد نظر چیه؟ گفت تو سپاه، تو اطلاعات، تو سپاه قدس اینا دو گروه هستند. یک اکثریتی هستن که ضد روحانی هستن، یعنی آخونده مفت خورن، آخونده اینجوری هستن، آخونده ما رو بدبخت کردن، آخونده اینجوری کردن، یه سری از طرفدار آخونده هستن. میگه بعد اونایی که طرفدار آخونده هستند، علیه آلی پای هستن، اونایی که ضد آخونده هستن، که اکثریت هستن، طرفداری هستن. اونا مجوز چاپ کتابی نمیگیرن. چاپش رو سیدیش دارن این میگه چه کتاباش تو همش شعراش به آخونده توهین میکنه دیگه در نتیجه اون نظرش هستن او اگه گفته من نیستم قرار بودم گفته من نیستم غلط کرده مفت وقت مفت میزنه او به اینقدر اینجا تپه سال میخوش نذاشته همش همه رو به هم ریخته است و مسائل اخلاقی داره مسائل غیر اخلاقی فیلم نذاشتن این کار ندارم ولی اون که میگه من با حکومت غلط کرده اون چی مجبور گرفت اونجا بعد پسر همون آقا به من گفت آقا محمدی من کار شما رو دنبال میکنم کار آخر کارات رو دیدم آلیپای و چند نفر دیگه اومدن اونجا و از یه دستور میگرفتن از اینجا که دستور گفت پسره گفت یکی از بچه که با اونا کار میکنه و رابطه هست گفت من گفته که آلیپای منو فردا شلوغ میکنه گفتن چرا گفت به خاطر یه شلوغ کردن این بحث یه اعدام این سه نفر رو مغلطه میخوام بکنن من کار ندارم آلیپای تموم شد واسه من لازمه که سر تموم شد اما برگ بعدی اینجاست که حکومتی ها دیگه نمیتوانند برای بازداشت ها اقدام کنند تخگاز رفتن یا تخگاز زدن و این خیلی خبر خوبیه خب خدمت شما هستم که
یک پیشنهادی که دوستان داده کرد، دوستان خیلی آدم باسواد و روشن و سنش هم بالاست و خیلی آدم مسلطی، پیشنهاد قشنگی داد، من تا این پیشنهاد نشده بودم جوزیش نیست نشده، بگید که یه ساعت ذهنم رو درگیر کرده، چرا اینقدر روی در آوردن حجاب روسری حساسیت هست، چرا مردم با در آوردن روسری و لخشدن قشن مذهبی رو از خودشون فراری میدن، چرا به جای در آوردن روسری و فوش و تومه شنیدن و درگیری و آسیب دیدن نمیان پرچم شیر خورشید رو روسری خودشون کنن تا این بار حکومت شروع کنه روسری رو از سر مردم کشیدن و برگ برنده بیفته دست مردم. واقعا برام سواله، ایشون نوشته اینجور رژیم دهش آسفالت پخش کنید نتیجه چشم کنید پر پخش کردم. حالا ما میگیم شیر خورشید نباشه، پرچم ایران باشه رو سرتون، چرا باید بزنیم یه دستانداری که پرچم ایران باشه، آرمان جمهوری اسلامی نباشه، تموم شد، چیکار بکنم، چه کار میخوام بکنم؟ حرف خیلی قشنگیه. اونایی که نمیخوان بی حجاب باشن، میترسن از چیز، بیان پرچم سرنگ درست کنن، روسری 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 دوزا روسری فروش، اینا بیان سری کار انجام بدن، فروش خوبی هم میکنن براشون. و از اینا روسری پرچم ایران بزنن تا دیگه بفهمن که الی آخر. پیشنهاد خیلی خوبیه. پیشنهاد فکر شده است. از من سوال کردن آقای محمدی مذهب شما چیه؟ ما قرار شد تشعبی نداشته باشیم دوستان. ما قرار شد که مذهب هر کسی شخصیه، عقیده شخصی خودش هست و این از من نخواهید، من از کسی نمیخوام، من هرگز کسی نمیخوام تو دین چیه، مذهب چیه، روزه میگیرم، اصلا به من چه ارتباط داره؟ من اگه عقیده دارم برای خودم محترمه، چون عقیدم برام محترم، به عقیده هیچ کس توهین نمیکنم، هیچ شخص به عقیده کس توهین نمیکنم، اگه توهین کنم به عقیده منم توهین میکنند. شما که میای به فلان کس توهین میکنی، به تو توهین میکنم، پس تو عقیدت محترم نیست، بیا عقیدت محترم تو خودت، به عقیده کس توهین نکن. خب این آقای از آیت الله بهجت از من پرسیدن، چندی بار پرسیدن، من از دوست رد کردم. آقای بهجت من که از نزدیک دیدم میشناسم، میدونن چی هستی، فرمانده یک ناو دریایی بوده، این تو آمریکا واقعیت داره ها، این که میگم اینو واقعیت داره زندگی. بعد این هر سری که سرباز جدید میاد، نیروی جدید میاد، چه دختر چه پسر جمع میامدن، این میاد بنا این میدیدن این بشین دستور نمیرفتن. بعد میگه هر وقت میامدن وای میستدن، این میرفت یک جعبه داشت در کمت باد جعبه رو بر میدید، تو جعبه نگاه میکرد، بعد میامد وای میستد جلو، میگفت که در جا خبر دو، همین در جا خبر، بعد به راست راست، به چپ چپ، عقب گرد رو. همیشه خدا کارش همین بود، میگفت ما خلاصه گفت خدا این که واسط بمیرم تو جعبش چیه بود، اتفاقی رو در حال همین کار بود هرش بچه بودن مارسان رو مرد بود، در کباچه باز کردیم این تو جعبه نوشته که در جا خبردار، به راست راست، به چپ چپ، عقب گرد، همش فراموش میکرده. آقای بهجت دوستان بریم بگردیم، بریم فیلاش کرپش بریم، در تمام مسائل یک دارو یک فرمول میده، یک ذکر میده، نمیدونم چی چیا چارگو رو بگیر، این بگیر همین چند تا سیگار بودن یک اضافه میکنه، این تمام بهجت همینه، نه که این همشون همینند، همشون همینند. او قیافش دیگه نمیذار تو چند سیگار عکس بگیرم، او عکس اکو دنبال کافراست، نگیر از من گناه دوشار شارون، من دوستان خوب بچه خود رو میتردیده، من فقط گفتی ساعت پنج جواب ساعت میدادم روی بهجت. یک مطلبی رو به شمخواهی نوشتن، شمخواهی اما تا اینجا همان فرجامی رفته بود که علی رادجانی او معتمد بین بیت دولت و چین برای برخ قراردادها بود، اما این اعتماد بدان معنا نبود که چندی بعد او در انتخابات ریاست جمهور در صلاحیت نشود. رادجانی میگم من خلاصش که من مقاله خیلی طولانی میگم، همانطور که موقعیت علی شمخواهی در بنتیجه رسیدن پروژه تنش‌زدایی بین ایران و عربستان به وسط در واقع با مدیریت و آمریت چین باعث نشد چند هفته بعد برقرار نشود، نظام به درستی به هر دو به عنوان کارگزار نگاه میکند، چون مدیر و طراح در جای دیگری است. بیت قدرت نقشان در هم در خسته هستم ببخشید رو خدا، در واقع بیش از این نیست. به قول علی حاتمی در فیلم کمال ملک،
دربار قجر از این بدبستان ها بسیار دارد، دربار خامنه ای نیز از این بدبستان ها بسیار دارد. خامنه به جاش که برسه بچه سیرپا میذاره. یک کلیپی بود چند سال پیش دیدم، خیلی جالب بود. پسری بود، خود توپل بود و این یه پسر بچه بود لاغر مرده، این همش این اذیت میکرد با دیده باشیم. بعد میره با بوکس اینو میزد، این نگاهش میکرد، یک بار عصبانی شد، اینو چنان به هم پیچیدش که ظرف 2 ثانیه تلاش کرد مردم ایران این برای سرسن در میاره بسید چون پرو شد میخورده. ولی بدونید که مردم ایران صبرشون زیاده، اما شروع کنه تا تمام کنه خیلی خیلی سخت و بدی شما هستند. صندوق بین نمای پولم یه گذاشت کامل راجع به حکومت داده و اونم سر فرصت میخونم براتون، گذاشت خیلی خوبیه. و راجع به کلیپ راجع به بحث خارم و دین هم حتما صحبت خواهم کرد. من وقتی خسته بودم تو بغضی آزادم گذاشت خسته بزرگانه، ولی خوشخبری است که از خودشون گفتن خب من میدونستیم، ولی که دیگه خودشون اقرار بکنند که با دیگه زور به زمان نمیرسه، این یعنی این که فاتحه ایام بخوام بزرگانه.